یک ایمیل برای من اومده که این رو اگر اجازه بدید میخونم با این به این مناسبت که میگن اصلا همجنسگرا در ایران وجود نداره. این گونه نامه رو شروع کرده: خانم شکو، ما همجنسگرا تو ایران نداریم. اینایی که میگن همجنسگرا هستن کسانی هستن که دنبال ارضا شدن به هر قیمتی. من خودم تجربهش رو داشتم. افرادی بودن که از مثلا مایل به برقراری ارتباط با من بودن. منم سنم کم بود. نه نمی گفتم. آیا من همجنسگرا هستم؟ یا اونا همجنسگرا بودن؟ شما بریم تو سایت های پورنو ببینید ایرانی ها چه حرف های زشتی می زنن. بریم ببینید با زن و دختر ارتباط برقرار میکنن، فیلم میذارن تو اینترنت. اینقدر این بحث ها رو راه نندازید. آزادی همجنس بازی نیست که بعدش هم خانم میترا بابک خودشون میان میگن که اصلا سکس در مورد باسن وجود داره. میدونید چه دردیه در را؟ کی از این رابطه لذت میبره؟ آخه هیچ کس هم که جواب منو نمیده. من اینو بهتون میگم، همجنسگرا در ایران وجود نداره. آقای احمدی نژاد هم همین حرفو زد. متاسفانه این نظر شما درست نیست عزیزم. نه در ایران، در تمام دنیا تاریخی همجنسگرا همیشه بوده، هست و همیشه خواهد بود. حتی در بعضی از حیوانات ما حیوان همجنسگرا داریم. پس نمیتونیم علم رو کتمان کنیم، واقعیت و حقیقت رو کتمان کنیم. اگر این اتفاق برای شما افتاد، معنیشی نیستش که اگر خواستم با شما رابطه جنسی برقرار کنم و با شما رابطه جنسی داشتم در کودکی یا نوجوانی، شما همجنسگرا نبودی. اگر همجنسگرا بودین احساستون متفاوت بود. خیلی وقتا دخترها مخصوصا بعد از این انقلاب، دخترها با دخترها بیشتر رابطه جنسی برقرار کردن، پسران با پسرها، به خاطر اینکه محدودیت ها بیشتر شد و اگر دو تا پسر با هم برن بیرون، دو تا پسر دو تا دختر رو میگرفتن یا بگیرن، کاری بهشون ندارن. و این یه مقدار تشویق بیشتر کرد البته جامعه رو که بتونن ارضاهای جنسیشون رو از این طریق در نوجوانی و جوانی انجام بدن و سیراب کنن خودشون رو. ولی علم ثابت کرده است عزیزم که انسان همجنسگرا ژن همجنسگرایی و ارث همجنسگرایی داره. یعنی همجنسگرا به دنیا میاد یا ترانسکشوال به دنیا میاد. و این دیگه دست من و شما نیستش که ما بیایم تصویب بکنیم که وجود نداره. این مثل یه واقعیت اکسیژنیه که شما بگی اکسیژن وجود نداره. نمیتونیم که همچین حقیقتی را که انقدر جدی و حقیقی و واقعی عنوان شده و با استدلال کافی علمی ما نفیش بکنیم، چون با نفیش کاری رو درست نمی کنیم، بلکه کار زیرزمینی تر و خطرناکتر و خشنتر میکنیم. اتفاقا شما هم جنسگرا ممکنه نیستیم. شما میخواستن شاید تجاوز جنسی بکنن، به همین دلیل برای شما بسیار دردناک بود و حقم داری عزیزم. دلیل نداره که حتی اگر شما هم راضی بودی به رابطه جنسی باش جنس موافق خودت، پس حتما هم جنسگرا باشی. اون نیازهای جنسی دوره نوجوانیه که به خاطر محدودیت‌های فرهنگی و مذهبی کشورها پسرها بیشتر این رابطه رو با هم دیگه انجام میدن، دخترها هم با هم دیگه. در صورتی که در دنیای غرب اینجوری نیست، چون آزادی هست. از همون کودکی کودک احساس میکنه، همجنسگرایی رو احساس میکنه. کم کم نوجوانم میشه، بازم احساسش بیشتر میشه. یعنی خودش در درون خودش با خبر هست، منتها میترسه عنوان بکنه. و خیلی وقتا دوره نوجوانی دوره‌ایه که نوجوان به یه دالت و یا به یه شکی میفته که آیا من هستم یا نیستم، که این یه دوره است. و این دوره رو نه همه نوجوانا، بعضی از نوجوانا، مثلا بعضی از دخترا تو دوره نوجوانی یه دفعه یه حس پسر بودن بهشون دست میده، یا بعضی از پسرا یه حس زنانه بهشون دست میده، که این یه دوره است. اگه این دوره رد بشه و هنوز اون احساس هست، خب ممکنه همجنسگرام هست، من نوعی ممکنه همجنسگرا باشم، من مرد مرد زن فرق نمی کنه. اما ممکنه این دوره ردگذر باشه و بگذره و من احساس کنم نه من همجنسگرا نیستم،
این دوره رو باید حواسمون باشه، دوره نوجوانیه و خیلی سخت نگیریم و بذاریم این دوره نوجوانی نرمال رد بشه بره. در دنیای غرب یه پسر با پسر به خاطر فقط نیازهای جنسی با هم نمیخوابن، فقط زمانی با هم میخوابن اگر احساس همجنسگرایی داشته باشن. ولی در دنیای شرق مثل کشور ما و کشورهای دیگه میدل ایست، متاسفانه فقط خیلی وقتا با هم میخوابن ولی اصلا همجنسگرا هم نیستن، فقط نیازهای جنسیشون رو برطرف میکنن. شما در این مورد درست میگید، اما بسیاری از همجنسگراها مثل ایمیل قبلی که امروز خانم ارشادی لطف کردن خوندن، این عزیز نوشته بود من 10 ساله بودم که فهمیدم پدرم همجنسگراست و مادرم من با مرد دیگه در ارتباطه. خب این پدر همجنسگرا بوده ولی زنش دادن بچه دارم شده. خب این فاجعه است که اگر برین ایمیل قبلی رو دقت کنین گوش کنین، گفت که پدرم کشتن بعدش. خب پدر نمیتونه، مجبورش کردن زن بگیره ولی نمیتونه رابطه عاطفی جنسی سالم با زنش داشته باشه، چون احساس به جنس موافق نداره، مخالف نداره، احساس به جنس مخالف ده، موافق داره. اینو ما نمیتونیم کتمان کنیم عزیزم. سعی کن واقع بینانه، با تعصب نگاه نکنی، واقع بینانه نگاه کنی. من همیشه میگم اگر وقتی پدر مادرها روی نوجوانشون حساس میشن، میگم صبر کنین، بذارین دوره نوجوانی بگذره، اون وقت بهتر خودش متوجه میشه که آیا هست هم جنسگرا و یا نیست. بعدشم ما چرا باید انقدر با یک انسان که هم جنسگرا، اگر هم جنسگرا هست، با یک انسانی که ژنتیکی و ارثی توی وجودش بوده و به دنیا اومده، انقدر بد باشیم و انقدر بد تا کنیم؟ چرا؟ چرا اون یک انسان با یک دنیا احساس، احساسای بسیار بسیار لطیف مثل هر انسان دیگه. چقدر اعدام شدن همجنسگراها در کشور ما، چقدر آزار و اذیت خوردن و میخورن. چرا؟ ما باید بپذیریم همدیگر عزیزم، چون همجنسگرا رو اگر مخفیش بکنی و محدودش بکنیم و اجازه زنده بودن و زندگی کردن ندیم، فکر نکنی جامعه سالم میشه، جامعه فاسدتر میشه، برای اینکه زیرزمینی بیشتر میشه، مخفیکاری بیشتر میشه. میدونی چقدر از این عزیزان خودکشی میکنن در همون کشوری که تو داری میگی همجنسگرا نیست؟ اگر همجنسگرا نیست چرا خودکشی میکنه؟ میدونی دلیل خودکشیش چیه؟ امثال تو عزیزم که کتمان میکنین، میگین همجنسگرا وجود نداره، تو کثیفی، تو بد اخلاقی، تو بدی و هزار حرف بسیار زشت بهشون میزنن و به همین دلیله که تمام وجودشون رو خورد میکنین و این عزیزان باید برن نابرابر خودکشی کنن یا نابرابر بیماری های جسمی و روانی بگیرن. همش به خاطر ماست، ما که نمیخوایم اینا رو بپذیریم. ما باید یاد بگیریم مهربانی رو، انسان رو، هر کس که هر جوری هست بپذیریمش. اون دوره نوجوانی که اون اتفاق برای شما افتاد، اون تجاوز جنسی فرق میکنه. اتفاقا یادتون باشه همجنسگراها متجاوز و به قول افغانها بچه باز نیستن. اینو یادتون باشه. متاسفانه خیلی از میدلیست یا ایرانی ها فکر میکنن همجنسگراها بچه بازن. لطفا این اتهامو به این عزیزان نزنید، برای اینکه اینا بچه باز نیستن و ابیوزر و یا آزاردهنده جنسی نیستن. اگرم به شما نزدیک شدن، من نمیدونم، شاید اونا هم همجنسگرا نبودن، فقط خواستن از شما لذت جنسی ببرن، همین، شاید هم بودن، من نمیدونم در مورد کیس شما. ولی اگر شما فکر میکنید خودت نیستی، فهم نیستی، کسی هم حق نداره به زور بگی شما هستی، ولی لطف کن، مهربان باش و سعی نکن واقعیت رو کتمان بکنی. ما هرچی بیشتر حمایت بکنیم، کمک بکنیم، فساد اتفاقا هرچی رودتر باشه فساد کمتر میشه، هرچی محدودیت بیشتر باشه فساد بیشتر میشه، جنایت بیشتر میشه، اجحاف بیشتر میشه. دقت کن یه ذره، 38 سال اجحاف بیش از حد، محدودیت های بیش از حد، چه خانه های زیرزمینی فاسدی درست کرد. مواظب خودت باش عزیزم، شب و روزت خوش.